سلام و وقت شما بخیر. به خبرهای ساعت 6 هزار ورد با ملال رحمانی خوش آمدید. سرخط خبرها: توزیع کردن پول توسط مقام طالبان به خانواده های مهاجمان انتحاری در بادغیس. حضور جنگجویان طالبان در صفوف تی تی پی. پیوستن دبیر کل سازمان ملل متحد به جمع 26 کشوری که میخواهند طالبان را دادگاهی کنند. کشته شدن دزد طالبان در ننگرهار در درگیری میان طالبان و نظامیان پاکستانی. بازداشت 14 مهاجر افغان توسط پلیس ترکیه. و انتقاد جبهه آزادی از طرح کشورها برای شکایت از طالبان در دیوان بین‌المللی دادگستری. مشروع خبرها: وزارت شهدا و معلولین طالبان اعلام کرد که عبدالرازق آخوند معین این وزارت در سفر به بادغیس با خانواده های بمبگذاران انتحاری این گروه دیدار کرده است. آقای عبدالرازق به این خانواده ها کمک نقدی توزیع کرده و از آنها خواسته است به طالبان دعا کنند. در خبرنامه مقدار کمک توزیع شده مشخص نشده است. پیش از این وزارت شهدا و معلولین طالبان در برنامه گزارشدهی سالانه از فعالیت خود در 31 اسد اعلام کرد که 28,183 نفر از معلولان و خانواده های بازماندگان جنگ را غیر مستحق شناخته و سیستم حذف کرده است. این وزارت همچنین شمار کل خانواده های یتیمان شناسایی شده را 118,908 مورد اعلام کرده است. برخی از کارشناسان میگویند که طالبان نام های خانواده های قربانیان نیروهای امنیتی حکومت پیشین افغانستان را حذف و به جای آنها اسامی خانواده های مهاجمان انتحاری خود را به سیستم این وزارت افزودند. منابع از میان طالبان در کندوز میگویند که به تازگی یک جنگجوی این گروه در نبرد با نظامیان پاکستانی در منطقه وزیرستان شمالی ایالت خیبر پختونخوا این کشور کشته شده است. منابع روز یکشنبه 8 میزان به هزار ورد تایید کردند که این جنگجو قاری صفی الله نام داشت و باشنده لغمان بود. بر اساس اطلاعات منابع، این جنگجوی طالبان در حمایت از تحریک طالبان پاکستانی یا تی تی پی در برابر نظامیان این کشور می جنگید. هنوز جسد این جنگجو به خانوادهش تحویل داده نشده است. پیش از این نیز یکی از جنگجویان طالبان در کندوز گفته بود که صدها عضو این گروه از ولایت‌های مختلف کشور در صفوف تی تی پی حضور دارند و در برابر نیروهای پاکستانی می جنگند. به رغم اینکه مقام‌های طالبان بارها همکاری با تحریک طالبان پاکستانی را رد کردند، اما جنگجویانشان با اشتراک گذاری تصاویر کشته شدگان تی تی پی با این گروه همدردی می کنند. انتونیو گوتریش، دبیر کل سازمان ملل متحد، آنچه در افغانستان زیر سلطه طالبان رخ می‌دهد را با برخی از نظام‌های سرکوبگر در تاریخ معاصر مقایسه کرده است. گوتریش این موضوع را روز یکشنبه 8 میزان با نشر پیامی در شبکه اجتماعی اکس بیان کرده است و افزوده است آنچه در افغانستان رخ می‌دهد را می‌توان با برخی از فاحش‌ترین نظام‌های سرکوبگر در تاریخ معاصر مقایسه کرد. دبیر کل سازمان ملل همچنین از تصمیم کشورها و سازمانهای بین‌المللی مبنی بر لغو فوری محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران افغان حمایت کرده است. این مقام سازمان ملل بار دیگر از طالبان خواسته است که هرچه زودتر این محدودیت‌ها را لغو کنند. منابع در ننگرهار میگویند که در نتیجه درگیری میان طالبان و نظامیان پاکستانی، دو عضو طالبان کشته و 3 نفر دیگر این گروه زخمی شدند. یک منبع امنیتی که خواست هویتش فاش نشود گفت که این درگیری عصر دیروز شنبه 6 میزان در مرز گوسری ولسوالی گوشته آغاز شد و تا ناوقت شب ادامه داشت. به گفته منبع درگیری زمانی رخ داد که نیروهای طالبان می‌خواستند در این ساحه پاسگاه بسازند و نظامیان پاکستانی بر آنان تیراندازی کردند. منبع گفت که در جریان این درگیری دو طرف از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده کردند و هر دو طرف متحمل تلفات شدند.
رسانه‌های ترکیه از شناسایی و بازداشت 14 مهاجر افغان در کامیونی در شهر ساکاریا خبر دادند. طبق گزارش‌ها این مهاجران به طور غیرقانونی وارد ترکیه شده بودند و می‌خواستند از شهر وان به استانبول بروند. پلیس ساکاریا روز شنبه 7 میزان اعلام کرد که پس از دریافت اطلاعات، عملیاتی را در شهرستان هندک این شهر راه اندازی و دست کم 10 مهاجر افغان را که به طور غیرقانونی وارد ترکیه شده بودند در یک کامیون شناسایی کرده است. طبق گزارش پلیس در این عملیات 3 نفر به اتهام قاچاق انسان بازداشت شدند که یکی از آنها آزاد و 2 نفر دیگر به دادگاه معرفی شدند. رسانه‌ها گزارش دادند که مهاجران بازداشت شده به مراکز نگهداری منتقل و روند اخراج آنها به افغانستان آغاز شده است. و خبر اخیر این که جبهه آزادی افغانستان از طرح کشورها برای اقامه دعوا علیه افغانستان تحت کنترل طالبان در دادگاه بین المللی دادگستری لاهه انتقاد کرده و گفته است که این اقدام نه تنها نتیجه مثبت نخواهد داشت، بلکه خطر تعامل حقوقی و نمایندگی گروه طالبان از مردم افغانستان در مجامع بین المللی را بیشتر می‌سازد. این جبهه امروز یکشنبه با نشر اعلامیه‌ای از کشورهای آلمان، هلند، کانادا و استرالیا و سایر کشورهای حامی ابتکار این 4 کشور خواسته است تا در عوض طرح دعوای حقوقی علیه افغانستان اشغال شده توسط طالبان در دادگاه بین المللی دادگستری در راستای طرح و تدوین آپارتاید جنسیتی به عنوان یک جرم بین المللی اقدام کنند. آلمان، کانادا، هلند و استرالیا با نشر یک بیانیه مشترک هشدار دادند که اگر طالبان تبعیض جنسیتی را متوقف نکنند، از این گروه به دلیل نقص کنوانسیون منع تمام اشکال تبعیض علیه زنان در دادگاه بین المللی دادگستری شکایت می کنند. بیش از 20 کشور تا کنون از این بیانیه حمایت کردند. ممنون از همراهیتان. تا بعد، خدا نگهدار.